از معماران فشار حد اکثری بر ایران و مردی که خواهان تغییر رژیم در تهران است. مصاحبه اختصاصی و زنده با جان بولتون در 60 دقیقه امشب. از مشاور پیشین دونالد ترامپ میپرسم آیا سیاست آمریکا در مواجهه با ایران جواب داده؟ در ادامه برنامه امشب. جمیل عیش گیلتی از محکومیت یک عضو حزب الله لبنان در ارتباط با ترور رفیق حریری. سعد حریری میگوید انتظارش بیشتر بود اما رأی دادگاه را میپذیرد. افشاگری یک کارمند سابق فیسبوک و گوگل پس از بازداشت در ایران. اطلاعات سپاه در ازای همکاری در خارج از کشور دست از سرم برداشت. و اینا خب دسترسی به جیمیل، به کل اکانت گوگل من، ایمیل هام، مسیج هام، عکس هام، کانتکت هام، فیسبوک هم، توییتر هم، همه چی رو ازم گرفتم برای اینکه مقاومت فایده نداشت. ویژگی که برای من و همسرم مهم بود سن پایین فردی بود که ازش رحم اجاره کردیم. رحم‌های اجاره‌ای در ایران، نبود قانون مشخص منجر به شکل‌گیری بازار سیاه شده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. یکی از جنجالی ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، برای عده‌ای یک جنگ طلب تندرو، برای گروهی دیگر یک آمریکایی وطن پرست. جان بولتون برای بسیاری از ایرانیان نامی آشناست، مردی که به ضدیت با جمهوری اسلامی ایران مشهور است، کسی که از حامیان حمله آمریکا به عراق بود، خوابی که برای ایران هم می‌دید. او ایران را خطری برای جهان می‌بیند، خطری که دولت باراک اوباما به گمان او نتوانست با توافق هسته‌ای از قدرت مخربش کم کند. جان بولتون از مشوقان دونالد ترامپ برای خروج از برجام بود و به سمت حساس مشاور امنیت ملی او رسید، ولی پس از خروج از دولت زبان به انتقاد از دونالد ترامپ گشود و رئیس جمهوری را به خاطر حمله نکردن به ایران به شدت سرزنش کرد. آقای ترامپ هم در مقابل مشاور پیشینش را جنگ طلبی احمق خوانده. آقای بولتون حالا میگوید که بهتر است آمریکا به مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران متوسل نشود. جان بولتون چرا چنین توصیه‌ای می‌کند؟ آیا همچنان نظرهای او در کاخ سفید خریدار دارد؟ راه برون رفت از مناقشه ایران و آمریکا از نظر او چیست؟ با مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفتگو می‌کنیم، اما اول گزارشی از سام فرزانه. جان بولتون حقوقدانی است که سابقه ای طولانی در عرصه سیاست خارجی آمریکا دارد. از 1982 که وارد کارهای دولتی شد، مدارج ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد تا در سال 2005 به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد انتخاب شد و در 2018 مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا شد. حاصل تجربیاتش او را بران داشت تا با انتشار مقاله‌ای در وال استریت جورنال به دولت آمریکا هشدار دهد که استفاده از مکانیزم ماشه برای تحریم تسلیحاتی ایران استراتژی نادرستی است. این موضع‌گیری از سوی یکی از تندروترین سیاستمداران آمریکایی بسیاری را بهت زده کرد. جان بولتون کسی است که رئیس جمهوری را به خروج از برجام تشویق می‌کرد. او کسی است که به سازمان مجاهدین خلق، یکی از گروه‌های مخالف حکومت ایران، نزدیک است و تا همین یک سال پیش برای حمله تلافی جویانه به ایران برنامه ریزی می‌کرد. ما به جز تحریم‌ها کارهای دیگری هم برای فشار بیشتر بر ایران انجام می‌دهیم. درباره این اقدام‌ها حرف زدیم ولی نمی‌تونم درباره‌شون صحبت کنم. حالا چنین چهره‌ای به دولت کشورش توصیه می‌کند که برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی ایران به مکانیزم ماشه گنجانده شده در برجام متوسل نشود. چرا؟ دلیل اولش به این امضا مربوط است. امضای خروج از برجام، یعنی آمریکایی که از این توافق بیرون رفته، نمی‌تواند از مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در آن بهره‌مند شود. دلیل دوم آقای بولتون نوعی دوراندیشی سیاسی است. آقای بولتون می‌گوید آمریکا برای استفاده از مکانیزم ماشه باید از حق وتوی خود استفاده کند و این امر منجر به تضعیف حق وتو می شود. مکانیزم ماشه قطعنامه لغو تحریم‌های ایران را بار دیگر برای رأی‌گیری به شورای امنیت می برد. آن وقت آمریکا می تواند آن را با وتو متوقف کرده و عملاً تحریم‌ها را بازگرداند.
آقای بولتون میگوید دیپلمات‌های آمریکایی از زمان تشکیل سازمان ملل متحد معتقد بودند خویشتنداری در استفاده از وتو نشانه ای از برتری اخلاقی است. آمریکا بعد از 25 سال از تشکیل سازمان ملل متحد برای نخستین بار در 1970 از این قدرت استفاده کرد. جان بولتون امیدوار است که با استفاده محدود از حق وتو آمریکا قدرت آن را حفظ کند. پیشنهاد آقای بولتون به مذاق وزیر خارجه ایران خوش آمد و در توییتی از آن استقبال کرد. اما در واشنگتن به نظر نمی رسد که خیلی گفته‌های او در سرای قدرت خریداری داشته باشد. مخصوصاً بعد از انتشار کتابی که آقای بولتون از روزهای کاریش در دستگاه دونالد ترامپ نوشت. او در این کتاب انتقادهای فراوانی از دونالد ترامپ کرده و در مصاحبه‌هایی که درباره کتابش کرد به صراحت گفت که دونالد ترامپ به نظر او شایستگی‌های لازم برای ریاست جمهوری را ندارد و انتخاب مجددش به ضرر کشور است. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا از واشنگتن با ما. آقای بولتون خوش آمدید به برنامه. ابتدا از مکانیزم ماشه شروع بکنیم. میدونیم که بحث تحریم‌های تسلیحاتی ایران که 27 مهر ماه منقضی میشه از بحث‌های هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل بوده. دولت آمریکا میگه که از مکانیزم ماشه استفاده میکنه، اما برخلاف انتظار خیلی‌ها شما مخالف این تصمیم هستید. علت چیه؟ Well, there are two reasons. The first is the United States has withdrawn from the. دلیل اولش این هست که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و بنابراین بنا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، مخصوصاً قطعنامه 2231، شما باید عضو و همچنان یکی از امضا کنندگان برجام باشید. استدلالی که دولت ترامپ میکنه اینه که وقتی قطعنامه 2231 اتخاذ شد آمریکا امضا کننده این قطعنامه بود، ولی به نظر من لحاظ حقوقی جواب نداره. جواب اینه که آیا واقعا امروز به هر حال ایران جزء آمریکا جزء برجام هست یا نه. اما بحث حقوقی هم به کنار، به نظر من نباید ما وانمود بکنیم که همچنان جزی از توافق هسته‌ای هستیم. اما دلیل مهمتر این هست که من هرگز معتقد نبودم که مکانیزم ماشه ایده خوبی بوده. اون فرایندی رو که ایجاد کرده در عمل مانع از این میشه که کشورها بتونند بازگشت تحریم‌ها رو وتو بکنند. ایالات متحده به هر حال با خروج از برجام تحریم‌های خود علیه آمریکا اعمال کرده، بر همین تأثیری رو ما نخواهد داشت تحریم علیه ایران. اما به نظر من هر کاری که باعث تضعیف قدرت وتو آمریکا بشه یک اشتباه است. دیدگاه های من درباره ایران و برنامه هسته‌ایش همون دیدگاه سابق هستن. به نظر من جواب این هستش که حکومت ایران عوض بشه و این باعث تموم شدن برنامه هسته ایران خواهد شد. راهش اینه. آقای بولتون، اشاره کردید به خروج آمریکا از توافق برجام. شما از مشوق های دونالد ترامپ برای خروج از این توافق بودید. اما امروز که نگاه میکنیم به جایگاه ایران، به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران اورانیوم غنی‌سازی شده بیشتری داره، ایران تعهداتش به برجام کمتر شده، به احتمال زیاد تا ماه اکتبر چین و روسیه دیگه میتونن به ایران اسلحه بفروشن، فعالیت‌های ایران در منطقه کماکان ادامه داره، مردم ایران از همیشه فقیرتر شدن و جمهوری اسلامی هم هنوز سر جاشه، سیاست خروج از برجام چقدر موفق بوده؟ به نظر من بسیار موفقیت آمیز بودم. بذارید سوال طولانی شما رو تجزیه تحلیل بکنیم. وقتی میرسه به بحث فروختن سلاح به ایران، این اتفاقا یکی از مشکلات برجام هست. مشکل برجام این بودش که یک مهلت گذاشت برای منع فروش سلاح به ایران. اگه بخواد توافق هسته‌ای نبود، تحریم تسلیحات ایران ادامه میداشت. این نکته اول. نکته دوم این هست که دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ایران حاکمیت 40 ساله ملاها در ایران هست و تخریبی که این به بار آورده. تحریم ها به نظر من بله تأثیر زیادی رو داشت، اما دقیقا همون چیزی رو ثابت کرد که ایالات متحده با خروج از برجام نشان داد، برای اینکه این تحریم ها واقعا سلاح اصلی هستن. بله درسته که حکومت همچنان برقرار هست،
و این سیاست دولت آمریکا بود که دنبال تغییر حکومت در ایران نباشه. به نظر من یه اشتباه بود. من در گفته‌های داخلی با خود مقامات دولت آمریکا گفتم که ایران تا وقتی که حکومت ایران برکنار نشه منطقه صلح آرامش نخواهد دید، تا وقتی که دولتی برکار نیاد که پاسخگو باشه مردم ایران. دولت ترامپ هرگز حاضر نشد این موضع رو رسما اتخاذ کنه. از دید شما مسیر تغییر رژیم در ایران از طریق حمله نظامی اتفاق میفته؟ به هیچ وجه. مردم میتونن قیام بکنن، میدونید؟ آقای بولتون، دو سال گذشته مردم ایران اعتراض کردند و هر بار به شدت سرکوب شدند توسط نیروهای جمهوری اسلامی. صدها نفر کشته شدند، هزاران نفر به زندان افتادند. به نظر نمیاد که مردم ایران به تنهایی، مخالفان به تنهایی توان تغییر رژیم در ایران رو داشته باشند؟ من امیدوار هستم که شما به آمریکا بیایید و توضیح بدید به مردم ایران، به توضیح بدید به حزب دموکرات که واقعا حس مردم ایران نسبت به حکومت چی هستش. به نظر من حکومت ایران واقعا کمترین میزان حمایت رو در 41 سال گذشته رو داره از زمان انقلاب. ولی پاسخ سوال من رو ندادید آقای بولتون. شما میفرمایید که از طریق خیزش مردم میشه رژیم رو در ایران تغییر داد. ببین اگه شما یک بار دیگه وسط حرف من بپرید، من اجازه نمیدم که این مصاحبه ادامه پیدا بکنه. نمیذارم شما طرف من صحبت بکنید. چیزی که من قبلا گفتم این هستش که دولت ترامپ هرگز حاضر نشد سیاست تغییر حکومت رو اتخاذ بکنه و برای همین این دست آمریکا رو بسته برای انجام کارهایی که بتونه به نفع مردم ایران باشه. من فکر نمی‌کنم هیچ احتیاجی به قدرت نظامی آمریکا هست. به نظر من راه حل این هست که رهبری ایران، سپاه پاسداران دچار انشقاق بشن. به نظر من رهبری نهادهای نظامی در ایران میدونن که مردم ایران زیر فشار هستند، ولی این فشار بهتر نخواهد شد تا وقتی که حکومت ایران عوض بشه. نکته این هستش، سیاست خروج از برجام به نظر من شکست نخورده. به نظر من این سیاست ناکافی بود در رسیدن به اهدافش. بسیار عالی. آقای بولتون، با ما ببینید یک بخش کوتاهی از یکی از سخنرانی های شما رو در پاریس بشنویم. برمیگردیم. The behavior and the objectives of the regime are not going to change, and therefore the only solution is to change the regime itself. And that's why before 2019, we here will celebrate in Tehran. Thank you very much. آقای بولتون، در ماه اوت 2020 هستیم. 2019 شما و گروه مجاهدین نتونستید به ایران برید. علت چه بود؟ ببخشید من نشیدم اون سخنرانی که شما گفتین خواهم شنید، اما میتونم بگم در سال 2018 چی گفتم. من گفتم اون موقع که هدف آمریکا باید تغییر حکومت ایران قبل از 40مین سالگردش باشه، و همونطور که یک دقیقه پیش هم به شما گفتم دولت ترامپ هرگز سیاست تغییر رژیم رو اتخاذ نکرد. به نظر من یک اشتباه بود. به نظر من شرایط تغییر حکومت ایران مناسب بود. به نظر من عملی هست. به نظر من حکومت ایران بسیار آسیب پذیرتر هست نسبت به ساقط شدن، بیشتر از اونش که تصور میشه، و این تراژدی بزرگ برای مردم ایران هست که ما در آمریکا و خیلی دیگه نتونستیم کارهای لازم رو انجام بدیم که به مردم کمک بشه، مردم ایران، که حکومت رو ساقط کنند. آقای بولتون، حتما میدونید که گروه مجاهدین خلق که شما چندین و چند بار در کنفرانس‌هاش سخنرانی کردید و بنا بر گزارش ده ها هزار دلار هم برای سخنرانی ها گرفتید، تا سال 2012 در فهرست گروه های تروریستی آمریکا بوده. دولت آمریکا و FBI سالها درباره غیر دموکراتیک بودن این گروه صحبت کردند، گفتند که این گروه در ایران حمایت عمومی نداره. اعضای سابقش از شکنجه هایی که در این کمپ ها شده گزارش دادن. چی شد که فکر میکنید که گروه مجاهدین میتونه جایگزین مناسبی برای جمهوری اسلامی بشه؟
اون چه که من گفتم باید در ایران انتخابات برگزار بشه، انتخابات آزاد و انتخابات منصفانه، و اون موقع خواهیم دید که کدوم گروه ها حمایت مردمی دارند و کدوم گروه ها ندارن. و در بحث لیست تروریستی، این مادلن اوربارت وزیر خارجه آمریکا بود که این گروه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد به درخواست ملاها در ایران. این کارو کرد که بتونه مثلا به برنامه هستی ایران گشایشی حاصل بشه. هیلاری کلینتون بود که گروه مجاهدین رو از اون لیست تروریستی در آورد. آقای بولتون، شما نزدیک یک سال و نیم از نزدیک با دونالد ترامپ کار کردید، در کتابی که دربارش نوشتید درباره افکار آقای ترامپ صحبت کردید و گفتید او استراتژی خاصی نداره. با توجه به شناختی که از او دارید، فکر می‌کنید که آینده رابطه ایران و آمریکا چه در سه ماه آینده، چه در صورت انتخاب دوباره او، چه خواهد شد؟ من فکر نمی کنم که بشه پیش بینی کرد که آیا او دور دوم رو خواهد برد یا نه. به نظر من تصمیم گیری های او در زمین سیاست خارجی تابع نه واقعا یک سازوکار تحلیلی نگاه به فواید و مضرات اون سیاست بوده، بلکه او نگاه کرد که تأثیر این سیاست گذاری ها در زمین داخلی چه خواهد بود، و بنابراین اون بسیار نگران هست که کاری نکنه در عرصه بین الملل که در داخل آمریکا، در مثلا داخل حزب جمهوری خواه، علیه اون موج ایجاد بشه. اگه اون انتخاب بشه در ماه آبان، به نظر من اون محدودیت ها و اون ملاحظات از بین خواهد رفت برای دونالد ترامپ. برای همین بسیار محتمل خواهد بود او کاری بکنه در دور دوم ریاست جمهوریش، کارهایی که اصلا امکان نداشت در دور اول انجام بده، که این بسیار مشکل خواهد کرد که واقعا پیش بینی کنیم چیکار انجام خواهد داد. من فکر نکنم در سه ماه آینده اتفاق خیلی خاصی بیفته، اما ما یک سنتی داریم در آمریکا به اسم سورپریز اکتبر، یعنی اتفاقی قبل از انتخابات بیفته که همه رو غافلگیر بکنه، که مثلا رئیس جمهوری که عقب هست در نظرسنجی ها یه کار عجیبی بخواد انجام بده که بتونه یه تغییر اساسی رو در جو سیاسی به وجود بیاره، و این احتمال هم همیشه هست. دونالد ترامپ گفته که اگر رأی بیاره در عرض یک ماه میتونه با ایران به توافق برسه. به نظر شما چقدر شدنیه؟ همونقدر عملی هست که گفت میتونه ظرف یک روز با ایران به توافق برسه. این فقط نشون میده که او درک نمیکنه مسائل مربوط به مسئله رو. متاسفانه این نفهمیدن او درباره مسائل به راجب برنامه‌ای هسته‌ای کره شمالی هم وجود داشت، و واقعا این مشکل برای آمریکا. آقای بولتون، اخیراً دونالد ترامپ به شما گفته که شما یک جنگ طلب احمقی دوستخواهی میکنم. البته جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در مقابل بابت موضع اخیرتون درباره مکانیزم ماشه از شما تعریف کرده و استقبال کرده. هیچ وقت فکر میکردید که ممکنه اینطوری جایگاهتون تغییر پیدا کنه، مغضوب دونالد ترامپ بشید و محبوب جواد ظریف تا حدودی؟ من فکر میکنم که صحبت های رئیس جمهور واقعا خودش رو توضیح میده، باعث تحقیر شدن جایگاه ریاست جمهوری آمریکا خواهد شد. ظریف هم واقعا داشت شوخی میکرد، اونها الان خوشتون هستن از این دعوا، ولی فقط نشون میده که سختی داشتن یک سیاست خارجی منسجم در آمریکا در دولت ترامپ چه هست. آقای بولتون، در نهایت با توجه به رأیی که هفته گذشته در شورای امنیت در واقع شاهدش بودیم که تنها آمریکا و دومینیکن ریپابلیک، جمهوری دومینیکن، رأی مثبت دادند به ادامه تحریم‌های تسلیحاتی ایران، میشه نتیجه گرفت که در این مقطع آمریکا در انزوای دیپلماتیک قرار گرفته؟ من فکر کنم درباره این مانور خاص، این حرکت خاص سیاسی آمریکا، میدونید، بزنید یه بار دیگه بگم، این تصمیم در برجام گرفته شد که تحریم تسلیحات ایران در یک تاریخ خاص منقضی بشه. این خودش واقعا باعث بی‌ثباتی در خاورمیانه خواهد شد، در زمانی که واقعا خاورمیانه نیاز به بی‌ثباتی نداره. آیا دولت آمریکا میتونه موفق بشه در بسته به کارگیری مکانیزم ماشه؟ باید ببینیم. به نظر من این محتمل نیست، اما من فکر نمی‌کنم تا قبل از انتخابات آمریکا اتفاق خیلی زیادی بیفته. شاید اون بحث سورپریز اکتبر باشه، بعد ببینیم انتخابات چی میشه، بعد از اون ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. متشکرم.
هستم. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا با ما. منابع در دولت افغانستان گفتند که یکی از 14 راکت شلیک شده در شهر کابل در ارگ ریاست جمهوری فرود آمده و تعدادی را زخمی کرده. حادثه در حالی اتفاق افتاد که جشن 101مین سالگرد استقلال افغانستان در حال برگزاری بود. به گفته وزارت داخله، اکثر این راکت ها به منازل مسکونی برخورد کردند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت حملات را به عهده نگرفته. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. دود در محل شلیک راکت ها، حالا یک شلیک راکت دیگر. حمله کننده ها از شیوه نسبتاً تازه ای استفاده کردند، نصب موشک انداز در داخل موتر. این گونه حمله در کابل بسیار کم پیشینه بوده. معلوم نیست که این ماشین با چنین موشک اندازی با وجود تدابیر ویژه چگونه به این نقطه از شهر رسیده. یعنی میگه اکثر ها چه آمد یا نفهمیدیم با جان نفهمیدیم سه چهار دار مزال شاک دار اینجا خوانه خورده مردم بیچاره چی کنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری هنوز مراسم تجلیل از 101مین سالگرد استقلال را تمام نکرده بود که حملات راکتی شروع شد. اینجا او در وزارت دفاع است. یک راکت در همسایگی وزارت دفاع در ارگ ریاست جمهوری اصابت کرد. 6 نفر از قطعه تشریفات زخمی شدند. حملات راکتی امروز دست کم به 5 ناحیه شهر پرجمعیت کابل اصابت کرده. اکثر این موشک ها به منازل مسکونی برخورد کرده. 10 نفر از جمله 4 کودک و 1 زن زخمی شدند. با تأسف که امروز از اثر پرتاب 14 فیر راکت در مناطق مسکونی که از سوی ترکستان پرتاب شده بود، 10 تن از هموطنان ملکی ما در کابل مجروح شدند. یک عمل تروریستی است. ما در پیوند به این پرتاب راکت ها 2 تن مشکوک را بازداشت کردیم. تحقیقات از نزد این افراد جریان داره و تا اینکه ما بتانیم شبکه های همکار از یاره و زودی دستگیر بکنیم. حملات امروز بعد از ماها آرامش نسبی در کابل رخ می دهد. قرار بود مذاکرات بین الافغانی هم در این هفته آغاز شود که حالا به تعویق افتاده. این وضعیت یعنی افغانها در فضایی از بیم و امید به سر می برند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، یکی از اعضای گروه حزب الله لبنان به نام سمیل جمیل عیاش را محکوم و 3 نفر دیگر را تبرئه کرد. دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه هلند 4 مظنون این پرونده را به طور غیابی محاکمه کرده. رئیس هیئت قضات گفته که ممکن است گروه حزب الله یا دولت سوریه خواستار از میان رفتن رفیق حریری بوده باشند، اما شواهد محکمه پسندی از دست داشتن دولت سوریه و رهبری حزب الله در ترور ارائه نشد. رفیق حریری 15 سال پیش در بمبگذاری یک خودرو کشته شد. نفیسه کوهنورد، خبرنگار ما از بیروت به ما پیوسته. نفیسه، از واکنش ها به رأی دادگاه بگو. رانا، آقای سعد حریری که عمل پسر آقای رفیق حریری است استقبال کرد، گرچه گفت که انتظار بیشتری از این رأی داشتن، اما در نهایت برای اونها خاتمه یک روند طولانی محسوب میشه. میشلون رئیس جمهوری لبنان استقبال کرده. جالب این که تلویزیون المنار که وابسته به حزب الله هست کلن این موضوع رو به پوشش نداده به صورت زنده، در صورتی که بیشتر شبکه های دیگه داشتن دادگاه آقای حریری رو به صورت زنده داشتن پوشش میدادن، اما المنار نداد. اینجایی که من ایستادم، میدان شهدا که تا چند روز پیش شاهد تظاهرات بود، بسیار روز آرومی رو پشت سر گذاشت که البته به خاطر وضعیت اضطراری ویژه‌ای که برقرار کردن
میزان تعداد زیادی نیروی نظامی در سرتاسر شهر هست و دیگه اجازه تجمعات نمیدن. تجمع خیلی کوچیکی در محلی که تقریبا نزدیک ما هست و محلی که آقای حریری در اون کشته شد برگزار شد، اما در کل بسیار آرام برگزار شد. هنوز حزب الله واکنش دقیقی ندیدیم ازش. در شبکه‌های اجتماعی افراد نزدیک به حزب الله استقبال کردند، اما خب حسن نصرالله دبیرکل حزب الله همین چند روز پیش هم گفته بود که چندان براشون مهم نیست که نتیجه داد گاه چه باشه، هرچند انتظار می رفت تعداد کسانی که متهم بشن به دست داشتن در قتل ترور آقای حریری بیشتر از این باشه، اما فقط یک نفر محکوم شد، یک نفری که هیچ نشانی ازش نیست. رنا، من نگاهی کردم روندی که اتفاق افتاد و اینکه اصلا این دادگاه و نتیجهش چه مفهومی برای حزب الله و چه مفهومی برای لبنان، به خصوص در این وضعیت که لبنان با یک انفجار دیگه داره دست و پنجه نرم میکنه، با یک ویرانی که یک انفجار بزرگتر به جا گذاشته دست و پنجه نرم میکنه. یه نگاه کردم که چه مفهومی واقعا داره. لبنان هنوز در شوک این انفجار در بندر بیروت است. خیلی ها در خشم و بی‌صبری می‌خواهند بدانند این فاجعه تقصیر چه کسانی است. خواسته‌ای که درست 15 سال پیش هم در پی واقعی مشابه داشتند. بیروت 14 فوریه 2005. در میانه روز آسمان یک باره از دودی غلیظ تاریک شد. انفجاری مهیب در قلب شهر صحنه سیاسی لبنان را به لرزه درآورد. رفیق حریری نخست وزیر سابق که برای به روی کار آمدن دوباره تلاش می‌کرد در این انفجار کشته شد. حمله انتحاری بود و شدت انفجار برابر 1000 کیلوگرم TNT. 21 نفر دیگر همراه آقای حریری کشته شدند. ما به سیدا در جنوب لبنان آمده ایم. برای دیدار با یکی از اعضای کاروان رفیق حریری که به طور معجزه آسا از انفجار جان سالم به در برده. محمد دیاب بیش از یک دهه محافظ آقای حریری بود و همیشه همراهش. او بعد از 15 سال هنوز نمیتواند به راحتی درباره آن روز صحبت کند. اولش با صدای مهیبی شوکه شدیم و بعدش همه جا تاریک شد. انگار از آسمون سنگ میبارید. وقتی به خودم اومدم یکی گفت ببین میتونی رفیق حریری رو تشخیص بدی؟ اما چهرش کاملا داغون شده بود و فقط از انگشترش تونستم بشناسمش. هنوز اون صحنه آزارم میده و در این 15 سال هیچ وقت به محل انفجار نرفتم. محمد میگوید رفیق حریری واقعا رفیقش بود و حالا تنها خواستش اجرای عدالت درباره عاملان آن واقعه است. من هنوز امیدوارم که عدالت اجرا بشه. هنوز امیدوارم که رأی دادگاه بین المللی قابل اجرا و پیگیری باشه و منصفانه. من میخوام کسانی که در انفجار دست داشتن مجازات بشن. و بالاخره بعد از 15 سال دادگاه بین المللی برای تحقیق درباره کشته شدن رفیق حریری و همراهانش رأیش را داد. قاضی اول از همه اعلام کرد مدرکی که نشان دهد رهبران حزب الله یا سوریه در این ترور دست داشتند وجود ندارد. پرونده 5 متهم داشت که هیچ یک هرگز در دادگاه حاضر نشدند. یکی از آنها مصطفی بدرالدین از فرماندهان معروف حزب الله که چند سال پیش در حمله هوایی در سوریه کشته شد. از 4 تای دیگر تا کنون ردی پیدا نشده. دادگاه اما تنها یکی از آن 4 نفر را مقصر دانست.
این مرد سلیم عیاش از منطقه شیعه نشین جنوب لبنان که گفته می شود عضو حزب الله است. عمر نشابا 6 سال به عنوان مشاور تحقیقات جنایی با وکلای مدافع در این دادگاه از نزدیک کار کرد و تمام پرونده را با جزئیات بررسی. این دادگاه از اول هم برای ارواح برگزار شد. بعضیشون که واقعا روح بودند. برای همین این دادگاه نتیجهش در نهایت خیلی اثر بخش نمیتونست باشه. این اولین بار بود که دادگاه بین‌المللی جنایی غیابی برگزار میشد و حالا اگه بعد از سالها هر کدوم از متهما به نوعی ظاهر بشن، همه چیز باید از صفر شروع بشه. در واقع میلیون ها دلار فقط برای این دور دود هوا شد و رفت. حزب الله همه این سالها بارها و بارها در هر فرصتی دست داشتن در قتل رفیق حریری را رد کرده بود. حسن نصرالله رهبر این گروه همین چند روز پیش تاکید کرد که به رأی دادگاه اهمیت نمی‌دهند و اگر هر یک از متهمان محکوم شوند حزب الله کسی را تحویل نخواهد داد. با این حال از نظر بعضی مثل هشام جابر، ژنرال سابق ارتش و کارشناس نظامی نزدیک به حزب الله، این گروه در یک حالت ممکن است با چالشی جدی مواجه شود. اذا كانوا ينتمون لحزب الله وموجودون في لبنان. من فکر نمی کنم حزب الله کسی رو تحویل بده. در نهایت هم ارتباط مستقیمی با رهبران حزب الله پیدا نشده. اما اگر دادگاه رأی به تحویل متهم بده، اون وقت ممکنه حزب الله با مشکل مواجه بشه و پای شورای امنیت و ماده 7 به میان بیاد که اون وقت یعنی فشارها بر لبنان برای خلع سلاح حزب الله بیشتر میشه و این گروه حتی باید منتظر مداخله نظامی باشه. کشته شدن رفیق حریری آغازگر تغییرات گسترده‌ای در لبنان بود. تغییراتی که بر ساختار قدرت در منطقه هم تأثیر گذاشت. هواداران رفیق حریری از همان اولین روزهای انفجار بشار اسد رئیس جمهوری وقت سوریه را عامل ترور دانستند. در آن زمان تقریباً 3 دهه از حضور نظامی سوریه در خاک لبنان می‌گذشت که از اوایل جنگ داخلی وارد این کشور شده بودند. شرایطی که با تمام شدن جنگ 15 ساله آقای حریری با پشتوانه بعضی کشورهای غربی و عربی از جمله آمریکا و فرانسه و عربستان سعودی آن را به چالش می‌کشید. مرگ او میلیون ها لبنانی را به خیابان ها کشاند. تظاهراتی که به انقلاب صدر معروف شد. معترضان خشمگین خواهان خروج سوریه از لبنان بودند و تشکیل دادگاهی بین المللی. چند ماه بعد نیروهای سوری بالاخره عقب نشینی از لبنان را آغاز کردند. حالا انگشت اتهام به سوی حزب الله نشانه رفته بود که با حمایت ایران و سوریه روز به روز بیشتر قدرت می گرفت. هذه ورقه مهمه بالنسبه لهم لابتزاز حزب الله واخضاعه. از اول هم مشخص بود که همه اینها فقط برای تحت فشار گذاشتن حزب اللهه. مهم نبود که این گروه دخیل باشه یا نه. عین شرایطی که الان در انفجار بندر هست. با اینکه حزب الله دخیل نبوده، یک عده از این برای محدود کردن حزب الله میخوان بهره ببرن. معترض ها حزب الله رو بخشی از سیستم فاسد که بهش معترضن میدونن. اما جامعه بین المللی حساب‌های بزرگتری داره. آمریکا و اسرائیل نمی‌خوان مستقیم با ایران وارد جنگ بشن، اما از هر بهانه‌ای برای کنترل و به زانو درآوردن ایران و حزب الله استفاده می‌کنن، از دادگاه حریری گرفته تا وضعیت الان. 15 سال بعد از حمله به کاروان رفیق حریری، بیروت با صحنه اعتراض‌ها به انفجاری دیگر است. بسیاری این بار همه مسئولان لبنانی را عامل انفجار هولناک بندر می‌دانند و در تظاهرات علیه تمام سردمداران دیروز و امروز شعار می‌دهند.
اما شعارها علیه حزب الله و ایران واضح تر از همیشه به گوش می رسد. انا اعتقد ان هناك توتر شدید اليوم في لبنان. تنش‌ها الان در لبنان بالاست. فضا پر از نفرت و عصبانیت. فارغ از نتیجه دادگاه، من خیلی نگرانم که کشور به طرف جنگ داخلی بره. یک بار دیگه لبنان به جای اینکه خودش دست به اصلاح بزنه، دست به دامن دادگاه و جامعه بین‌المللی شده. دادگاه حریری به حد کافی باعث عمیق‌تر شدن شکاف‌ها شده بود. حالا باز هم همون وضع رو تجربه می‌کنیم. بماند که به نظر من اصلا رأی این دادگاه پایان کار پرونده نیست، نه از نظر اجتماعی و نه از نظر قضایی، به خصوص که نیمی از مردم این رأی رو قبول میکنند و نیم دیگرشون نه و همچنان به دنبال جواب خواهند بود. استحالت وجود حلول تجمعهم تحت سقف واحد. به نتیجه رساندن پرونده ترور رفیق حریری بیش از یک دهه طول کشید. با چیزی حدود 600 میلیون دلار هزینه برای لبنان. هنوز اما کسی به خاطر آن انفجار مجازات نشده. لبنان امروز به دنبال مقصران انفجار بندر بیروت است که بیش از 220 کشته به جای گذاشته و هزاران نفر را بی خانمان کرده. خیلی ها باز خواهان تشکیل دادگاه بین المللی دیگر هستند. اما معلوم نیست عدالتی که می‌خواهند هرگز اجرا خواهد شد یا نه. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، بیروت. بهداد اصفهبود، برنامه نویس و کارمند سابق شرکت‌های گوگل و فیسبوک، دیروز با انتشار یادداشتی به زبان انگلیسی از بازداشتش در ایران به دست سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. آقای اصفهبود شهروند ایرانی کانادایی 7 ماه پیش به ایران سفر کرده بود. او میگوید نهادهای امنیتی ایران او را برای جاسوسی و خبرچینی تحت فشار قرار دادند. مریم افشان گزارش می‌دهد. مانند هر مهاجری برای تعطیلات به ایران می‌رود. همان شبی از استانبول وارد تهران می شود که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به پایگاه های آمریکا در عراق حمله می کند و ساعتی بعد هم هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک 2 موشک همین نهاد سقوط می کند. بهداد اصفهبود در چنین شبی برای دیدار خانواده و شرکت در مراسم 40 پدر بزرگش به ایران می رود. 40 درگذشت پدر بزرگم بود، رفته بودم به سارین که زادگاهم هست، از اونجا برمیگشتیم. عکس گذاشتم روی اینستاگرامم و ظاهراً این گروه توی اطلاعات سپاه منو دنبال میکردن. بعد به دلایل روابطم با اکتیویست‌های خارج از کشور و منو فلگ کرده بودن و متوجه شدن که داخل کشور هستم و 2 روزی دنبال من بودن تا اینکه بالاخره یه بار که یه تماس تلفنی با شماره تلفن گرفتم مستقیم از برنامه هم خبردار شدن و توی خیابون 4 نفر من رو صدا کردن و یه حکمی نشون دادن که من از اون حکم چیزی که یادمه اینه که اطلاعات سپاه رو دیدم و اونجا و این جرائم معمول، اقدام علیه امنیت نظام و گروه های همکاری با گروه های معارض، همین چیزهایی که به همه میبندن قاعدتاً. از اون میخواهند که سوار ماشین بشود. آقای اصفهبود گوشی موبایلش را خاموش می‌کند و در ماشین می‌نشیند. شروع کردن که با چه گروهی کار می‌کنی، وابسته به کجایی. من گفتم من وابسته به هیچ گروه و فلان نیستم. گروه و عضو و مثلا به اون این که بی‌ادب بود همینطور میگفت او اینا رو حفظ کردی چرا؟ گفتم بابا من احمق نیستم که کار سیاسی نمی‌کنم، ولی احمق نیستم. از او می‌خواهند تا موبایلش را در اختیار ماموران بگذارد. اول مقاومت میکند اما در نهایت تسلیم خواسته بازجوها میشود. منو وارد زندان کردن توی سلول انفرادی که بعد معلوم شد، بعد بهم گفتن زندان اوینه. وقتی به من گفتن زندان اوینه یه خود نفس راحت کشیدم، چون فکر میکنم شاید تو دالونه یا خونه های مخفی باشم. 6 شب من اونجا بودم و هر روز بازجویی و غیر از یه روز که برف زیاد بود اینا نیومدن و معمولا 8 صبح تا 11 صبح، بعدش دوباره بعد نهار 3-4 ساعت
بازجویی هم اینجوری بود، من همچنان چشمن داشتم رو به دیوار و اینا یه اتاقی رو مجهز کرده بودن، پرینتر و کامپیوتر آورده بودن و اینا. خب دسترسی به جیمیل، به کل اکانت گوگل من، ایمیل هام، مسیج هام، عکس هام، کانتکت هام، فیسبوک هم، توییتر هم، همه چی رو ازم گرفتم برای اینکه مقاومت فایده نداشت. داده های او را دانلود می کنند. ابتدا تحت فشار قرار می گیرد که چرا با سازمان های حقوق بشری همکاری می کند. ادعایی که او آن را رد می کند. براشون محرز شد که من همکاری با کسی ندارم الان. ولی آخرش اینجوری کردم، گفتم خب ولی یه کارهایی بالاخره کردی دیگه، یه وقتی آدم معرفی کردیم فلان، حالا ما باید گزارش بنویسیم تا بره به دادگاه و قاضی برات ممکنه 2 ماه بنویسه، ممکنه 2 سال بنویسه. حالا اگه میخوای بیای قراری بذاریم، ما تو رو آزاد میکنیم، برو، ممنون خروجت هم میکنیم، برو خارج. بعدن که از آمریکا رفتی اروپا ساکن شدی ما تماس میگیریم باهات و همین رفاقت تو داشته باش با این آدما و اخبار بده از اینا که کی کجاست، چی کار میکنه. و من قبول کردم اونجا توی اون نقش که این کار رو بکنم و از ایران خارج شدم و تروماتایز شدم و زندگیم به هم ریخت، نتونستم دیگه کارم رو ادامه بدم. در این فاصله کرونا جهانی می شود و قرنطینه شرایط را به ویژه از لحاظ روانی برای بهداد اسفهبد سخت‌تر هم می کند. حدود 7 هفته پیش بازجویش در اینستاگرام با او تماس می گیرد. این اسکرین‌شات همان تماس است. با همان قول و قراری که برای اسم رمز با هم در تهران و در زندان گذاشته بودند. خوردن چلو کباب سلطانی در درکه. رمزی که اسفهبد بفهمد پیغام از طرف بازجوست. خب من از اول قصد نشدم جواب بدم به اینها. جواب ندادم، شروع کردن تو ساعت‌های مختلف روی واتساپ، سیگنال، اسکایپ، تلگرام با من هی زنگ زدن، پیغام دادن که الو الو آقا. من هیچ کدوم اینا جواب ندادم. اما وقتی جواب بازجویش را در شبکه‌های اجتماعی نمی‌دهد، احضاریه‌ای به خانه خواهرش فرستاده می‌شود. من از نظر اخلاقی می‌دونستم که من وارد این بازی نخواهم شد با اینا. در اینکه من تماسی نمیخواستم باشون بگیرم و این احضاریه می اومد و صحبت این بود که حالا من ساکت بمونم و ببینم چه فشاری روی خانوادم میذارن یا اینکه این رو پابلیک کنم و بذارم همه بدونن که این اتفاق باز هم داره میفته. بهداد اسفهبد از جمله مهاجران ایرانی است که هنگام دیدار با خانواده در وطنش در دام نیروهای امنیتی سپاه افتاد. او البته این شانس را داشته که دادگاهی و محکوم نشود. شانسی که بسیاری دیگر نداشتند و مجبور شدند با احکامی سنگین چند سال از عمرشان را پشت دیوارهای زندان بگذرانند. مریم افشنگ، بی بی سی. در آمریکا گرد همایی انتخاباتی حزب دموکرات شروع شده. قرار است در پایان این رویداد مجازی 4 روزه جو بایدن رسما نامزدی این حزب را در انتخابات پاییز بپذیرد. خیلی ها از دوره باراک اوباما جو بایدن را میشناسند که معاونت او را بر عهده داشت. مهنوش پورزیایی در گزارشش از زندگی جو بایدن و کارنامه او و سیاستهایش برای آینده میگوید. 3 دهه پیش اولین خیز برای کاخ سفید. و شایسته است اینجا نامزدی خودم را برای رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا اعلام کنم. کارزاری که 3 ماه و نیم بود وقتی که جو بایدن بعد از این سخنرانی تلویزیونی. اجداد من در معادن زغالسنگ پنسیلوانیا کار می‌کردند. بعد از 12 ساعت کار می‌مدن 4 ساعتم فوتبال آمریکایی بازی می‌کردند. به سرقت ادبی از این سخنرانی رهبر حزب کارگر بریتانیا متهم شد. اجداد من بودن که میتونستن 8 ساعت زیر زمین کار کنن و بعد بیان خونه و فوتبال بازی کنن. خیز دوم سال 2008 که این بار هم به کرسی ریاست جمهوری نرسید. اما زیر سایه رقیب توانست برابر همکاران سابقش بر بالاترین صندلی کنگره تکیه بزند. جو بایدن که در خیز سوم نامزد 77 ساله حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، راهش را به سیاست 4 دهه پیش با عضویت در شورای شهر نیوکاسل آغاز کرد. 30 ساله بود که جوانترین سناتور وقت آمریکا شد. اما آنچه زندگیش را تغییر داد نه این پیروزی، بلکه تصادفی بود که تنها چند هفته بعد از آن همسر جوان و دختر 1 سالش را از او گرفت و 2 پسر کوچکش را تا پای مرگ برد.
سناتور جوان که میخواست سیاست را کنار بگذارد و حتی به خودکشی فکر میکرد، نهایتاً خود را در کار غرق کرد. کنار تخت کودکان بستریش سوگند سناتوری خورد و تقریباً هر روز نزدیک به 4 ساعت سوار قطار بود تا بتواند شب را در خانه پیش 2 پسر کوچکش باشد. سالها در سنا عضو تاثیرگذاری در سیاست خارجی آمریکا بود. در دوران معاونت ریاست جمهوری نیز هر وقت کار با کنگره گره می‌خورد، تجربه و سابقه او گره‌گشا بود. اما مواضع سیاسی او در 4 دهه گذشته فراز و نشیب کم نداشته. در کمیته قضایی سنا با جلوگیری از شهادت یک زن در پرونده کلارنس تامس، خشم حامیان حقوق زنان را برانگیخت، اما بعدها از حامیان مصوبه‌ای شد که خشونت علیه زنان در آمریکا را ممنوع کرد و دفتری را در وزارت دادگستری به مقابله با آن اختصاص داد. بارها از جمله در بوسنی، عراق و افغانستان از حامیان مداخله نظامی و ملت‌سازی در مناطق بحران زده بوده. موضع موافق او در آغاز جنگ در افغانستان و عراق، بعدها به حمایت از صلح با طالبان و تقسیم قومی مذهبی عراق و کاهش ردپای نظامی آمریکا در 2 کشور تغییر کرد. او در این حال با حمله‌ای که به کشتن اسامه بن لادن منجر شد و با مداخله نظامی در لیبی مخالفت کرده بود. خوش صحبتی و توانش در برقراری ارتباط او را به سیاستمداری موفق و شخصیتی قابل احترام برای دوستان و دشمنان سیاسیش تبدیل کرد. اما سبک و سیاق او در نمایش صمیمیت این اواخر دردسر ساز شد و جو بایدن را به عذر خواهی کشاند. سیاست با خون جو بایدن درآمیخته و سودای ریاست جمهوری در سرش ریشه دار است. اما این احتمالاً آخرین فرصت برای تحقق رویایی است که او نزدیک به نیم قرن پیش در اولین ملاقات با مادر همسر آیندهش از آن حرف زد. مهنوش پورزیایی، BBC، واشنگتن. خبرنگار ما هادی نیلی از واشنگتن با ماست. هادی، اولین شب گذشت، حال و هوای اولین شب چطور؟ این گردهمایی ملی حزب دموکرات که همیشه در همه دورهای انتخاباتی به یکی از نقاط اوج این میشه گفت کارناوال یا جشنواره سیاسی در آمریکا تبدیل میشه، خب به خاطر وضعیت کرونا در آمریکا و بحران کرونا به انتخاب حزب دموکرات به طور مجازی برگزار شد، برای همین خیلی متفاوت بود. ولی سخنران خیلی تعیین کننده و مورد توجه در اون میشل اوباما، همسر رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما بود که به صراحت و به تندی به دونالد ترامپ حمله کرد و گفت او کسی هست که رئیس جمهوری هست که اشتباهیه برای آمریکا، رئیس جمهوری هست که به آمریکا نمیخوره. این صحبت‌های خانم اوباما خیلی سعی شده بود که با مخاطب عام و با ادبیات خیلی ساده‌ای در هم اتاق نشیمنی که فیلمش ضبط شد و بعد پخش شد برای این نشست پیام بده به رای دهندگان و مهمتر از همه تاکید بکنه که اونها رای بدن، ثبت نام بکنن برای انتخابات حتما و افراد دیگر رو هم تشویق بکنن که ثبت نام بکنن و اگر هم کشید در صف رای بایستن و حتی علاوه بر یک وعده شام یک وعده صبحانه هم همراه داشته باشن. این شوخی بود که کرد. در این نشست برنی سندرز سناتور چپگرا و رقیب جو بایدن در رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌های این دوره که خیلی رقابت‌های شدیدی داشتن، شانه به شانه پیش می‌رفتند، برنی سندرز هم سخنرانی کرد و گفت اگر بایدن رئیس جمهور بشه، اگر جو بایدن نامزد دموکرات‌ها به ریاست جمهوری برسه، در انتخابات پیروز بشه، او مترقی‌ترین یا میشه گفت چپ‌ترین رئیس جمهور آمریکا از زمان فرانکلین روزولت خواهد بود. صحبتی که البته با سخنرانی دیگر این نشست که جان کیسیک، فرماندار سابق اوهایو، چهره جمهوری‌خواه و داوطلب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در دوره قبلی و چهره ضد ترامپ، اون سخنرانی رو کرد. سخنرانی دیگری داشت در نشست دموکرات‌ها، یک جمهوری‌خواه در نشست دموکرات‌ها سخنرانی کرد و او گفت جو بایدن اگر رئیس جمهور بشه اون قدرها چپ نخواهد بود. پیام دوگانه‌ای که شاید دموکرات‌ها امیدوار باشن که هر کس اون قسمتیش که براش جذاب هست رو بگیره. هادی، بحث این انتخابات پستی کماکان ادامه داره. گفته میشه در 20 ایالت دارن از شرکت‌های پست شکایت میکنن بابت تأخیر در ارسال محموله‌ها. جریانش چیه؟
همینطوره. در ماه‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ خیلی هشدار داده در مورد اینکه در رأی‌گیری پستی تقلب میشه. رأی‌گیری پستی سال‌هاست میشه گفت از اولین دهه‌های تشکیل ایالات متحده یکی از شیوه‌های رایج برای گرفتن رأی بخشی از رأی دهندگان بوده. در اوج جنگ داخلی آمریکا سربازان ایالات متحده که با سربازان ایالات‌های جنوبی می‌جنگیدند به طور پستی رأیشون را دادند و در همه این سال‌ها مشخصا دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری دست کم یک چهارم آرا به طور پستی ارسال شد و در انتخابات شمرده شد. با این حال دونالد ترامپ وقتی میگه این کن تقلب بالا تعمیر سندی ارائه نمی‌کنه و گزارش‌های نهادهای ناظر حاکی از اینه که اگر هم مواردی از تخلف بوده موردی و خیلی نادر بوده، به هزارم درصد شاید برسه نقشش در رأی‌گیری‌ها که اتفاق افتاده. دموکرات‌ها نگرانن که این حمله‌ها عملاً باعث بشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواد آرای پستی رو زیر سوال ببره یا اونها رو اگر به نفعش نباشه در نهایت محل مناقشه ایراد بکنه، بهش مناقشه ایراد بکنه و حتی همین حمله ها به خودی خود باعث بشه رای دهندگان دل سرد بشن، سرخورده بشن از اینکه به طور پستی رای بدن. برای همین یک کارزار تبلیغاتی بزرگی الان دارن دموکرات ها. مثلا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا همین دیروز توییت کرد، قبل از اون هم گفته بود که از الان باید برن رای بدن. دارن تشویق میکنن رای دهندگان رو که حتی اگر شده به طور حضوری و زود هنگام، چون این امکان در آمریکا هست که افراد زود هنگام چند هفته زودتر از انتخابات در محل‌های مشخص برن و رأیشون رو بدن، برای اینکه هم از انباشته شدن آرا در روز انتخابات و احتمال اینکه مناقشه بر سر شمرده شدنشون در بگیره پرهیز بشه و هم به نوعی این روند رأی گیری ادامه دار بشه و عده بیشتری بتونن رأی بدن. با توجه به اینکه روز انتخابات در آمریکا تعطیل نیست و افراد اگر بخوان رأی بدن باید مرخصی بگیرند یا اجازه صاحب کارشون رو داشته باشن. متشکرم هادی نیلی. چند سالی است که رحم اجاره‌ای در ایران به منبعی برای درآمد بعضی افراد تبدیل شده. روزنامه شرق در گزارشی نوشته 90% زنانی که رحمشون رو اجاره میدند از طبقه محروم جامعه هستند. رحم اجاره‌ای یا رحم جایگزین البته روشیه که در اون یک زن فرزند زوج رو که به هر دلیلی بچه دار نمیشن در رحمش حمل میکنه. این روشی معمول در بسیاری از کشورهای دنیا است، اما در ایران چون قانون مصوبه برای اون وجود نداره بازار سیاه براش به راه افتاده. فریناسه میگذاشت. این فسکلی رو که داریم میبینیم، رحم اجاره‌ای یا رحم جایگزین، عنوانی که چند سال است در ایران زیاد شنیده میشود. قلبش خوبه، همه چیز خوبه. بر اساس آمار مرکز درمان ناباروری پژوهشگاه ابن سینا، از هر 5 زوج ایرانی یک زوج نابارور است. آیت الله خامنه‌ای که همواره بر افزایش جمعیت تاکید دارد، در پاسخ به استفتایی گفته بود: لقاح آزمایشگاهی در صورتی که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی باشد جایز است. کودکی که از این طریق متولد می‌شود، ملحق به زن و شوهری است که صاحب اسپرم و تخمک هستند. این هم گفته های عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، درباره جنبه حقوقی رحم اجاره‌ای. هیچ قانون مصوبی در مورد رحم اجاره‌ای وجود نداره. تا کنون از طرف وزارت بهداشت هم آیین‌نامه‌ای مدون با ابلاغ وزیر برای پزشکی قانونی ارسال نشده. در بعضی از کشورها اما قانون مدونی درباره رحم اجاره‌ای وجود دارد. انگلیس خیلی قانونش محکمه و قبل از اینکه این کار انجام بشه دو طرفه این برنامه صحبت میکنن با وکیلای خودشون و امضا میکنن. اینجا یک سری سوسایتی، یک سری گروه هایی هستن که اینها یک تجمعایی هستن که اینا خانوما رو حتی معرفی میکنن. یعنی شما زنگ میزنین به سروگسی و میپرسین و اغلب اینا جنبه خیریه دارن، یعنی به هیچ وجه جنبه مالی به اون صورت ندارن. اما رحم اجاره‌ای به دلیل نبود قانون و نظارت بر آن، حالا چند سال است که در ایران به منبع درآمدی برای برخی افراد تبدیل شده. از این دست آگهی‌ها در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد دیده می‌شود. افرادی هم به عنوان واسطه هستند و برای متقاضیان رحم اجاره‌ای مادر میزبان پیدا می‌کنند. قیمت‌ها متفاوته. هر کی بسته به توانایی مالی خودش این قیمت‌ها رو کم و زیاد می‌کنه. اما مثلا به طور متوسط یه چیزی بین 35 تا 45 میلیون تومان به اضافه ماهی 1 میلیون تا 1,500,000 تومان برای خورد و خوراک و مخارج زندگی اهدا کننده است. اینا به جز هزینه آزمایش و دکتر درمانه، دستمزد واسطه هم که خب فرق میکنه. از 3 تا 5 میلیون تومانه که از مادر میزبان میگیرن. اونم باز بستگی به کل مبلغ داره. تو فضای مجازی اگه بگردین خیلی راحت میتونین رحم اجاره‌ای پیدا بکنین.
ولی بعضی سر قیمت به توافق نمیرسن. یکم باید بیشتر بگردن. همه اینا از بیپولی و بدبختیه، وگرنه کار سختیه و کمتر کسی فکر میکنم حاضر بار این حاملگی رو به دوش بکشه. هر کدوم حاوی تخمک هستن. بعضی از فعالان حقوق زنان بیمان دارند که رحم اجاره‌ای موجب استثمار مادر میزبان شود. در بعضی موارد این زنان چندین بار تخمک اهدا میکنند یا رحمشان را اجاره میدهند. قوانین کامن سنس، یعنی اینکه خب یه خانم نمیتونه هر سال حامله بشه و بچه به دنیا بیاره، در طبیعت میشه، ولی ما همیشه جامعه مدنی نگهداری میکنه، مواظبت میکنه از خانومی که داره این کارا رو میکنه و هرگز اجازه نمیده که مثلا هر سال حامله بشه. باید چند وقتی بین دو تا حاملگی باشه. افرادی که به دنبال رحم اجاره ای هستند چه ویژگی های برایشان مهم است؟ ویژگی که برای من و همسرم مهم بود سن پایین فردی بود که ازش رحم اجاره کردیم. زیر 30 سال ایدئال ما بود. سلامتی بدنی هم برامون مهم بود. این خانم الان کودک آینده ما رو حمل میکنه. برای همین ما مرتب بهش رسیدگی میکنیم و هر چیزی لازم داشته باشه براش تهیه میکنیم. به هر حال بچه ما رو توی شکمش داره و باید بهش برسیم. اوایل نگران بودم که بعد از تولد بچه پشیمون بشه و اونو به ما نده. ولی قرارداد محضری نوشتیم و امضا کرد که بچه مال ماست. در بعضی موارد هم ممکن است گیرنده منصرف شود و بچه را نخواهد. آن زمان است که مادر اهدا کننده یا میزبان جنین با سختی و دشواری روبرو می شود. روزنامه شرق اخیراً در گزارشی نوشته که 90% زنانی که تخمک می فروشند یا رحمشان را اجاره می دهند از طبقه محروم جامعه هستند که به خاطر تهیه این لقمه نان 9 ماه کودکی را برای دیگری درون رحم خود حمل می کنند. فرین آسمی، BBC. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب ما تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.